در نخستین لحظات بیگ بنگ 4 نیروی اصلی پدید آمدند. نیروی گرانش، نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی و نیروی هسته‌ای ضعیف. فیزیکدانان نظری سعی کردند که تمام این نیروها را با هم متحد کنند و بتوانند با یک معادله جامع توضیح بدهند، اما هنوز موفق نشدند. دانشمندان به دنبال یافتن نظریه همه چیز بودند که با ادغام نظریه نسبیت اینشتین و مکانیک کوانتومی نظریه ریسمان متولد شد. نظریه ریسمان چیست؟ هر چیزی که اطرافتون میبینید، مثلا اگه به دست خودتون نگاهی بندازید، میپرسید از چه چیزی ساخته شده. اگه بتونید به درون دستتون نگاهی عمیق‌تر بندازید، میبینید که بعد از پوست و گوشت و استخون میرسیم به مولکول‌ها. بازم اگه جلوتر بریم، میرسیم به اتم‌ها. اتم‌ها پایان داستان نیستند. اگه جلو بریم به الکترون‌ها و نوترون‌ها میرسیم. اگه روی یکی از این نوترون ها زوم کنیم، به کوارک ها میرسیم. اینجا نظریه های مرسوم تموم میشن و نظریه ریسمان میگه که درون این کوارک ها چیز دیگه ای هم هست. اگه به درون کوارک بریم، رشته های بسیار کوچیک و در حال ارتعاش میبینیم. رشته هایی که از انرژی ساخته شدن. مثل سیم های یک گیتار، وقتی به یه سیم ضربه وارد می کنیم، نوت موسیقی به وجود میاره که ما میتونیم اونو بشنویم. رشته های نظریه ریسمان وقتی مرتعش میشن، ذرات رو تولید میکنن. مثلا نوع ارتعاش الکترون به یه شکله، برای پروتون به شکل دیگه. پس اگه نظریه ریسمان درست باشه، جهان مجموعه عظیمی از رقص و ارتعاشه. ما در حال حاضر در 3 بعد فضایی زندگی میکنیم، اما نظریه ریسمان برای اینکه کار کنه به 11 بعد نیاز داره که از درک ما خارجه. مثلا یک سیم برق رو تصور کنیم. وقتی از دور میبینیم برای ما 2 بعدی به نظر میاد، اما اگه از نزدیک نگاه کنیم میبینیم که یک مورچه علاوه بر جلو و عقب رفتن میتونه دور سیم هم بچرخه. این همون بعدیه که مورچه به خاطر کوچیک بودنش میتونه اونا درک کنه و توش حرکت کنه. طبق نظریه ریسمان، ابعاد اضافه روی خودشون تا شدن و به شکل جالبی در هم پیچیده شدن. اما این ابعاد برای بعضی از ذره ها با انرژی زیاد قابل دسترسی. وقتی دستامونو تو هوا حرکت میدیم، بارها دور این ابعاد میچرخه، ولی اونها انقدر ریزن که نمیتونیم اونها رو ببینیم. نظریه ریسمان تا به اینجا در مباحثی تونسته کمک هایی بکنه، مثل درک آنتروپی سیاه‌چاله و رویکرد جدید برای محاسبه نظریه میدان کوانتومی. اما نظریه ریسمان هنوز به اثبات نرسیده. نظریه ریسمان یک مفهوم ریاضیه و شواهد تجربی محکمی برای اون در دست نیست. اما شاید بتونیم روزی با استفاده از این نظریه کشفیات جالبی از جهان بزرگمون داشته باشیم. ریسمان. کامران وفا اولین دانشمند ایرانی است که به همراه 2 تن از همکارانش به پاس پیشبرد دانش در نظریه ریسمان، گرانش کوانتومی و نظریه میدانهای کوانتومی برنده جایزه پیشگامان علم در فیزیک بنیادی در سال 2017 شد.